سالی که گذشت برای همایون شجریان ستاره موسیقی اصیل ایرانی با یک فراز اما پرنشیب بود. او در این سال از یک سو به دلیل درگذشت محمد رضا شجریان در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفت و از سوی دیگر به دلیل آثاری که در دوران قرنطینه منتشر کرد. فعالیت‌های همایون پس از یک دوره طولانی همکاری با برادران پورناظری این بار با آهنگسازانی دیگر ادامه پیدا کرد که از سوی سبک و حال و هوایی تازه در موسیقی وی به حساب می آمد و از سوی دیگر خطرپذیری وی در قبال مخاطبانی بود که او را با آثار قبلی شنیده و پسندیده بودند. قطعه سرنوشت با آهنگسازی انوشیروان روحانی تقدیم شد به مردم برای سختی روزهای قرنطینه. پس از آن کنسرت آنلاین نسیم وصل در خرداد ماه باعث اعتراض علاقمندان شد. ایشان به دلیل مشکلات زیرساختی با وجود خرید بلیت تماشای زنده کنسرت ناچار با تأخیر این برنامه را دیدند. زمان هر آن که بودو شده به سینه نزدی، به من هر آن که نزدی. خرداد ماه با اثر مشترک همایون شجریان و عبیر نعمه خواننده زن لبنانی به پایان رسید. فراتر از قرنطینه که تقدیم به مردم جهان شد، اجرایی تازه از تصنیف مرغ سحر بود. عدم همکاری همایون برای این بازآفرینی با یک خواننده زن ایرانی موضوع انتقاد شد. درگذشت محمد رضا شجریان در مهر ماه پس از یک دوره طولانی بیماری، آغاز جاودانه حضور خسرو آواز در فرهنگ و هنر ایران بود. مهر ماه تلخ با بازخوانی کوتاه همایون شجریان از قطعه ببار ای بارون در مسیر مشهد همراه با بغض غم فراق استاد، اندوه و عشق را بر گونه علاقمندان به خانواده شجریان نشاند. انتشار قطعه سوبشون با آهنگسازی تهمورس پورناظری، کمانچه سهراب پورناظری و همخوانی سحر محمدی نخستین اثر همایون پس از درگذشت پدرش بود. قطعه سوبشون یکی از بهترین آثار همایون و قطعه فاخر به تمام معنا در آهنگسازی، تنظیم و ترانه نام گرفت. خسته جان پدر کجا هستی؟ همچنان که روز شماری علاقمندان برای آلبوم جدید همایون شجریان با برادران پورناظری سپری می شد، همایون هوادارانش را با قطعی با همکاری علی غمسری سورپرایز کرد که واکنش خوب و بد بسیاری را داشت. پس از انتشار قطعه محو تماشا، موسیقی سریال میخواهم زنده بمانم با نام آسمان ابری اثر دیگری با آواز همایون بود که غلام رضا صادقی موسیقی آن را ساخت. این اثر نیز نتوانست نظر مخاطبان شجریان جوان را جلب کند. انتشار قطعه دیار عاشقی هایم در روزهای پایان سال که همایون شجریان گفته عاشقانه است برای ایران عزیزتر از جان، با آهنگسازی غلامرضا صادقی نیز ادامه روند ناموفق انتشار آثار این خواننده محبوب پس از قطعه سوبشون ارزیابی شد. همایون آواز ایرانی در سالی که گذشت
بیشتر نوای اندوه بود تا زندگی. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.